دادگاه بین المللی مردمی آبان که 19 آبان آغاز به کار کرده بود، 23 آبان با قرائت بیانیه هیئت قضات از سوی رئیس دادگاه به کار خود پایان داد. در این 5 روز قرار بود دادگاه به شهادت 40 نفر گوش دهد که ما شاهد صحبت‌های 34 نفر از آنها بودیم. یکی در لحظات آخر به خاطر فشارهای دریافت شده در دومین سالگرد خیزش مردمی آبان از ظاهر شدن در دادگاه انصراف داد. 2 نفر نیز به دلایل دیگری نتوانستند در این دادگاه شهادت دهند. به خاطر طولانی شدن برخی شهادت‌ها 3 نفر نیز فرصت نیافتند در دادگاه حضور پیدا کنند. از 34 شاهدی که حضوری یا مجازی در دادگاه شهادت دادند، 9 نفر از خانواده‌های کشته شدگان آبان، 1 نفر از خانواده‌های بازداشت شدگان بود و 6 شاهد دیگر نیز کسانی بودند که از آنها به عنوان فرد مطلع دعوت شده بود. این 6 نفر، 2 نفرشان افسر نیروی انتظامی و امنیتی، یکی از سپاه پاسداران، یکی از نزدیکان امام جمعه و 2 پزشک بودند. از این شاهدان 9 نفر با هویت آشکار شهادت دادند، در حالی که بقیه به دلایل امنیتی با چهره پوشیده و گاه حتی صدایی که متعلق به خود آنها نبود در مقابل قضات ظاهر شدند. البته شماری کارشناس نیست در جریان این دادگاه در مقابل هیئت قضات قرار گرفتند و به پرسش‌های آنها پاسخ دادند. در خاتمه این دادگاه نظر حمید صبی از دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را جویا شدیم. جنبندی شما از روند، از شهادت‌ها و از سوال‌هایی که قضات کردن اینها چیه؟ به نظر شما روند مثبتی بوده؟ بسیار روند خوبی بوده. فقط بزرگترین تأسف من اینه که چون وقتمون کمه نمیتونیم تمام شهودی رو که بهشون قول دادیم بیان اینجا شهادت بدن دعوت بکنیم و واقعا باعث تأسف منه که چنین شهود معتبری رو نمیتونیم رسیدگی بکنیم. ولی خب تمام شهادت نامه ها به دادگاه داده خواهد شد و اونها بر اساس کلیت این تصمیم خواهند کرد و باز هم فرصت خواهد بود برای کسایی که بخوان شهادت بدن اسناد و مدارک و شهادت نامه خودشون رو به این دادگاه بدن. آقای صبی، در این روزها حتی به خود من 2 نفر مراجعه کردن این پایین که می‌خواستن بیان شهادت بدن. یعنی یک مکانیزمی به راه افتاده. شنیدم که 40 نفرم از داخل ایران خانواده‌ها. بله بله. بله بله، خیلی علاقه نشون دادن که بتونن شهادت بدن به این دادگاه و ما با هیئت قضات صحبت کردیم و اونها خواهند پذیرفت. اسناد و مدارک که بعد از این تاریخ بیاد، البته نه برای همیشه ولی برای مدت کوتاهی که امیدوارم امروز اعلام بکنن، اسناد و مدارک و شهادتنامه‌های جدید را خواهند پذیرفت. خیلی می‌پرسن رأی این دادگاه کی صادر خواهد شد؟ تصمیم با قضات خواهد بود ولی شاید اون هم امروز اعلام بکنن. کامبیز قفوری از برگزار کنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در گفتگو با کیهان جنبندی خود را از این 5 روز ارائه می دهد. آقای کامبیز قفوری از سازمان حقوق بشر ایران که یکی از 3 نهادی است که این دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را برگزار کردند. خیلی از ایرانی ها انتظار داشتند که یک جایی رژیم به جنایت علیه بشریت محکوم بشه در یک مجمع قضایی. تو سوئد خب این امکان پذیر نشد چون قوانین اون کشور اجازه نمیدن، ولی اینجا رئیس هیئت قضات جمله آخری که گفت ایرانیان حاضر در سالن و اونهایی که از طریق مجازی یا ماهواره دنبال میکردن بسیار خوشحال شدن که بالاخره یکی گفت این اتهام این نظام جنایت علیه بشریته. بله دقیقا همینطوره. ببینید مسئله اینه که کار دادگاه های مردمی از این نظر بسیار بسیار دستش بازتره، به خاطر اینکه به سیستم حقوقی و قضایی کشور خاصی وابسته نیست و
بنابراین مثلا عضویت یک کشور در سازوکارهای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی براش مسئله نیست، صرفا آن چیزی رو بهش می‌پردازه که بر مبنای قواعد شناخته شده و بین‌المللی حقوق بشری است. یعنی میاد فارغ از این که می‌تواند آن مرتکب رو دستگیر بکند یا نکند، موارد، شواهد، مدارک رو بررسی میکنه، شهادت‌های شهود رو میشنوه، ارزیابی میکنه و اون وقت نظر خودش رو صادر میکنه. این یکی از مؤلفه‌های دادگاه‌های مردمی است. دادگاه مردمی هم چه جایی کارایی دارن؟ جایی کارایی دارن که در اون کشور سیستم قضایی مستقل وجود نداره که شهروند وقتی بهش ظلم شده، وقتی جنایت علیهش صورت گرفته، بره اونجا شکایت بکنه و دادش رو بستانه. بنابراین اونجا نقش این دادگاه ها پررنگ میشه و میتونن به راحتی بیان ارزیابی بکنن، ببینن که اون چیزی که صورت گرفته جنایت علیه بشریت بوده یا خیر. و خب این برای اونهایی که قربانی جنایت هستند، من فکر میکنم یک نوید بخش هست و فکر میکنم قدم اول هست. امیدوارم که محاکمه جدیتر رو با حضور مرتکبان در یک دادگاهی که بلافاصله ضمانت اجرایی داشته باشه ببینیم. دوستی از ایران واسه من پیام داده بود، چون دنبال میکرد از طریق تلویزیون‌های ماهواره‌ای، که این دادگاه یک درس دموکراسی است برای مردم ایران، به ویژه اونایی که در داخل هستن که دموکراسی رو نمیشناسن، از یا اگه میشناسن تئوریش رو میشناسن، و ما رو وادار میکنه که قانون مدار بشیم. شما موافقید؟ من فکر میکنم که با توجه به که ما 40 سال چیزی به اسم دادگاه در جمهوری اسلامی نداریم، یعنی قاضی خودش هم مدعی العمومه، هم طرف که میاد بیرون، مثلا قاضی های دادگاه انقلاب طرف رو بالقوه به عنوان یک مجرم میبینه، به صورت فرمالیته هم حالا یه چند تا چیز ازش میپرسه، در نهایت رأیش رو صادر میکنه و میره. این چیزی که در 40 سال اخیر دیده شده، ما دیدیم که مجازات های مرگ بر مبنای شبه دادگاه های 2 دقیقه و 5 دقیقه در تاریخ جمهوری اسلامی صادر شده، گاهی وقتا بر مبنای یک سوال صادر شده. برای مایی که این زجر رو کشیدیم، 40 سال داریم روی دوش خاطره جمعیمون حمل میکنیم، برای ما دیدن این که یک قاضی فارغ از این موارد بیاد تک به تک توجه بکنه به بخش‌های انسانی قضیه، بخش‌های حقوقی قضیه، بخش‌های اجتماعی قضیه کند و کاو بکنه و همینطور بگیم بعد ادامه پیدا بکنه تا ما بتونیم رأی رو بدیم، نشانه خیلی خوبی است. نوید به ما میده که ما هم میتونیم چنین دادگاه‌هایی رو داشته باشیم بر مبنای اصول شناخته شده احترام انسان، اصول شناخته شده حقوقی، و باید به اون سمت بریم، به خاطر اینکه ما هیچ چیز کم از مردم سایر نقاط دنیا که نداریم. اونها هم تلاش کردن برای رسیدن به چنین روزی، ما هم جامعه مدنیمون داره تلاش میکنه. امیدوارم به زودی از تمام این ارکان حداقل‌های زندگی یک جامعه سالم، آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی اجتماعی و سیستم قضایی مستقل بتونیم که برخوردار بشیم. یکی از نکاتی که در این دادگاه همه کسانی که شهادت دادن بر آن تاکید داشتند این بود که نظام به قصد کشتن معترضین از سلاح استفاده کرده. در این رابطه بهار صبا حقوقدان و کارشناس مستقل پژوهشی را در جریان دادگاه به قضات ارائه داد. کیهان لندن با او گفتگوی کوتاهی انجام داده است. بله، گزارش من به دادگاه در رابطه با استفاده نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات آبان از سلاح‌هایی است که سلاح‌های بالقوه کشنده محسوب می‌شوند. مقامات امنیتی ایران، نیروهای امنیتی در کنار استفاده از گلوله‌های جنگی که منجر به کشتار هولناک معترضان و عابران شد، از سلاح‌هایی استفاده کردند مثل گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی و حتی پلاستیک فشرده، این که پخش میشن. این گلوله ها مطلقاً باید ممنوع باشن و به هیچ عنوان در واقع علیه انسان ها استفاده نشن. این گلوله ها گلوله هایی هستن که برای شکار ازشون استفاده میشه، برای مثال شکار پرندگان، و جراحت های بسیار وحشتناک و حتی غیر قابل بازگشتی رو به جا میذارن، مثل نابینا شدن افراد، مثل جراحت در نقاط مختلف بدن، و بسیاری از افراد
حتی تا به امروز با عوارض روحی و روانی و جسمی این جراحت ها دست و پنجه نرم میکنن. نیروهای امنیتی همچنان به شکل گسترده و وسیع از باتروم و از گاز اشکاور استفاده کردن، نقاط حساس معترضین و آبرین رو مثل سر و گردن با باتروم مورد ضرب و شتم قرار دادن و همچنین گاز اشکاور رو به شکل کپسول های گاز اشکاور رو به شکل مستقیم پرتاب کردن به سمت معترضین که در برخی موارد برخورد کرده و باعث جراحت شده. در بعضی منطقه مثل نیزار من جمله از اسلحه‌های جنگی گویا استفاده کردن، یعنی نه اسلحه‌های تفنگ ساچمه‌ای بلکه مسلسل و این حرفا. اینم شما اطلاعی در موردش دارید؟ گزارش من به دادگاه منحصرن که بر اساس شواهد متعددی بود، مثل شهادت‌های شهود، مثل ویدیوهای تایید شده توسط عفو بین‌الملل و عکس‌های جراحت‌ها، مشخصاً در رابطه با استفاده این سلاح‌هایی که به اونها سلاح‌های کمتر کشنده یا بالقوه کشنده میگن، در اقصا نقاط ایران از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های جنگی استفاده شده در کنار این سلاح‌ها و به این علت هست که تعداد کشته شده ها در عرض چند روز به این اندازه زیاده. تمرکز من بر روی این استفاده از این سلاح ها بوده، اگرچه بسیاری از شهودی که در رابطه با استفاده از این سلاح ها شهادت دادن همچنین شاهد استفاده از گلوله های جنگی بودن. من این رو اضافه بکنم که نتیجه گیری من بعد از بررسی این سلاح ها که همطور که اشاره کردم برخی از اونها اساسا سلاح های غیر مجاز هستند و همچنین نحوه‌ای که نیروهای امنیتی از اونها استفاده کردن از جمله علیه افراد سالمند، علیه کودکان، علیه حتی افرادی که دچار معلولیت بودن، نتیجه گیری من این بوده که این استفاده مصداق شکنجه و سایر بدرفتاری هاست، به این دلیل که نیروهای امنیتی به قصد متفرق کردن، به قصد ارعاب و تنبیه معترضین و آبران و به قصد مجبور کردن اونها برای ترک صحنه و همچنین به دلایل تبعیض آمیز، یعنی به دلیل عقیده سیاسی معترضین، به شکل آمدانه اعمال درد و رنج شدید جسمانی و روانی کردن به افراد. و این رو هم من باید اضافه بکنم که شکنجه نقض بسیار فاحش حقوق بشر هست تا اندازه‌ای که یک جرم بین‌المللی محسوب میشه و تحت اصل صلاحیت جهانی که اجازه میده به کشورها که مرتکبین و مظنونین به جرائم بین‌المللی رو فارغ از اینکه جرم در کجا اتفاق افتاده، قربانی و یا مرتکب چه کسانی هستند، تحت پیکرده کیفری قرار بده. هیئت قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بنابر اطلاعاتی که کیهان لندن به دست آورده است، در روزها و هفته های پیش رو بررسی شهادت کسانی را که در جریان این 5 روز نتوانستند شهادت بدهند و یا شاهدانی که در این روزها به دادگاه مراجعه کردند را مورد بررسی قرار خواهد داد. در اوائل سال آینده میلادی این دادگاه حکم خود را در مورد 133 نفری از مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی که دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان علیه آنها اعلام جرم به اتهام جنایت علیه بشریت کرده است را اعلام خواهد کرد.